درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام بهتون در مورد تهیه ویزا کارت و مستر کارت، اونم به صورت فیزیکی توی کشوری مثل ایران، بهتون توضیح بدم و بهتون بگم شما چطور میتونید برای نقد کردن درآمدهای ارزیتون، چطور میتونید برای حواله هاتون، برای اینکه بتونید پول حواله بزنید به هر نقطه از دنیا، چطور میتونید اینو به دست بیارید و ازش استفاده بکنید و عملا بدون واسطه کار خودتون رو انجام بدید. قبل از اینکه ویدیو امروز شروع بکنم، ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. تلگرام و اینستاگرام زیرنویس ویدیو شده، یک کانال یوتیوب دیگه هم دارم به اسم ویدیوهای آموزشی، اینم حتما سابسکرایبش کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. یکی از مشکلاتی که اغلب افرادی که توی ایران کار میکنن باهاش مواجهن، نداشتن کارت فیزیکی یا کارت ویزا کارت یا کارت های مستر کارت یا حتی کردیت کارت های بین المللیه. البته اینو بهتون بگم که قیمت های خیلی زیادی الان توی ایران دارن این کارت ها رو میفروشن. یعنی من یه بررسی کوچیک انجام دادم روی سایت های ایرانی، از 10-15 میلیون تومان شروع میشه تا 27-8 میلیون تومان، قیمت های فوق العاده سرسام آورد. حالا اتفاقی که الان افتاد اینه که همه اینها دارن میفروشن، یعنی کارت خارجی میفروشن به مشتری ها. یه عده از این کارت ها بعد از یه مدتی محدود میشن، مخصوصا اونهایی که سیستم های ویرچوال استفاده میکنن، یعنی سیستم های مجازی هن. یعنی طرف میگه ما براتون افتتاح حساب بانکی انجام میدیم توی یک سرویس خارجی بدون اینکه خودت حاضر باشی با پاسپورت ایرانی. بعد از یه مدتی هم میبینیم مثلا همون سرویس های مجازی که دارن میگن آقا ما براتون افتتاح حساب رو انجام میدیم، اونم با پاسپورتت، میگن کارت بانکی هم برات میفرستیم دم در خونتون و شما میتونی یه اکانت داشته باشی، همیشه هم باید با فیلتر شکن بهش وصل بشی و میتونی تراکنش های مالی رو روش مدیریت بکنید. در حالی که خودتون هم خیلی خوب میدونید که اگر مثلا توی اتحادیه اروپا شما قرار به این باشه که حساب بانکی تو ببندن و ازت بخوان احراز هویت تو انجام بدی، یقینا نمیتونی، چون تو نه شنگنشو داری رو پاست که قرار باشه بری به خاطر $1000 مثلا 7-8000 دلار هزینه رفت و آمد پرداخت بکنی و نه اینکه اصلا حال و حوصله‌شو داری که بخوای بری پی این جریان که ببینی چطوری میشه حلش کرد. یقینا این شرکت هایی که این شکلی کار میکنن خب دارن خوب سود میبرن از سادگی ملت و استفاده میکنن و به قول بنده خدا میگه آقا نازش هستش، تا زمانی که زرنگن ملت رو اینطوری میچاپن. اما یه عده‌ای هستن میگن آقا ما کشورهای اطراف ایران مثل ترکیه، مثل کردستان، مثل عراق یا مثلا دبی میریم اونجا شرایط رو پیدا میکنیم که بتونیم حساب بانکی باز بکنیم. الان مثلا توی کشوری مثل ترکیه بانک زراعت بانک برای ایرانی ها با شرایط خیلی سخت خیلی سخت حساب باز میکنه، منتها به سری از شعبه هاشون بعد از 3 ماه اکانت شما رو میبندن و دسترسی به اون ندارید و باید برگردید پولتون از توی حسابتون بردارید و دیگه هم نمیتونید ازش استفاده بکنید. حالا ممکنه مثلا شما همین حساب رو به خیلی ها داده باشید که برات پول واریز بکنن، ممکنه اکانت یوتیوب تو بهش وصل کرده باشی، ممکنه سایت های فریلنسری بهش وصل کرده باشی یا هر جای دیگه. در هر صورت یه محدودیت‌های خاص روش وجود داره. مثلا یکی از محدودیت‌هاش اینه که شما باید با یه سیم کارت ترک و داشتن یک شماره کیملیک و داشتن ویرگین نمرسی یا همون شماره مالیات باید برید توی شعبه و براتون حساب باز بکنن. توی ویدیوی امروز این شرکت ایران پی که من بارها توی ویدیو ازش نام بردم، این قابلیت رو فراهم کرده که شما خیلی راحت بیای یه حساب مستر کارت تهیه بکنی و کارت فیزیکی به دستت برسه. توی این کارت فیزیکی یعنی شما هم ATM رو داری، میتونی با کارتت مراجعه بکنی به ATM پول برداشت بکنی، هم میتونی از اینترنت بانکش استفاده بکنی، هم میتونی از موبایل بانکش استفاده بکنی و میتونی یه کارت بانکی داشته باشی، میتونی با کارنسی های یورو و لیر به راحتی پول حواله بزنی به سراسر دنیا، میتونی درآمدهای سایت های مختلف فریلنسری رو توی حساب بانکی دریافت کنی، میتونی توی یوتیوب اگه داری کار میکنی پول واسط و پول به شرکت ها ندی برای نقد کردن درآمدت و حساب بانکی خودتو بدی 22 هر ماه میلادی پول رو بزنن به کارت بانکی خودت. بعدم میتونی دقیقا از توی یکی از شهرهای ایران که داری زندگی میکنی با موبایل بانکت وصل بشی و درآمدی که توی حساب بانکی هست رو انتقال بدی و نقدش بکنی. تو نقد کردنش هم خیلی راههای مختلفی هست، حتی میتونی رزرو بلیط هواپیمای خارجی انجام بدی، میتونی هتل‌های خارجی رو رزرو بکنی،
میتونی سویفت بزنی، میتونی وایر ترانسفر بزنی، پول انتقال بدی به هر نقطه دنیا که مد نظرته. از مهمترین مسائلی که وجود داره اینه که با این کارت بانکی که شما میگیری، چون کارتت فیزیکیه، تو هر کشوری که سفر بکنی میتونی با اون کارت خریداتو انجام بدی. شما کارتتو میای از ایران پی میگیری، فردا بلند میشی میری ارمنستان مسافرت، پس فردا بلند میشی میری آلمان سفر، پس این فردا بلند میشی میری کانادا، و به همین شکل هر کم بخواد به شما پول انتقال بده میزنه به حساب تورکت و شما اونجا پولتو خرج میکنی. میتونی به راحتی بری اونجا پول دستگاه ATM پول برداری، میتونی دستگاه پوز بری خریداتو انجام بدی، سفر میری ترکیه دوباره خریداتو میتونی انجام بدی، میتونی هزینه دانشگاه رو بدی، میتونی پول سفارت خونه ها رو بدی، حتی اگر خیلی خیلی زرنگ باشی میتونی بیای پرداخت آنلاین برای مشتری ها انجام بدی. یعنی افرادی که این کارتو ندارن بهشون بگی مثلا بیا من پرداخت های خارجی تو انجام میدم. ببینید الان تهیه این کارت فیزیکی ویزا کارت و این اینترنت بانک و موبایل بانک و موارد مرتبط با حساب بانکی و این کارت بانکی هزینش کلا 14 میلیون تومان میشه توی ایران پی. یکی از مهمترین مواردی که وجود داره این که این محدودیت روی حساب بانکی شما نیست، یعنی خودت باید با این برای دریافت این حساب بانکی یه زمانی رو با شما هماهنگ میکنه خود این ایران پی، و حالا اونم زمانش به این بستگی داره که شما چه زمانی میتونی استانبول بری تشریف میبرید. اینم بهتون بگم که با هزینه خودتون با بلیط هواپیماتون رو بگید، یکم اگر سرچ بکنید میتونید روزای دوشنبه تا جمعه یه روز رو پیدا بکنید که صبح زود از ایران پرواز بکنید، ساعت مثلا 9 صبح برسید استانبول، تا برید شعبه بانک بهتون میگن کدوم شعبه بانک و چه ساعتی باید باشید که اونجا کارشناس همین شرکت میاد همراه شما و میرید داخل همون شعبه که باشون قرار داد دارن، میرید اونجا شاید یه رو 20 دقیقه تا یه ساعت کل کار شما رو انجام بدن، همونجا کارت بانکیتو میگیری و بسم الله میری پیه زندگیت و بدون هیچ دغدغه و نگرانی. منتها قبل از اینکه مراجعه بکنید برید به اون کشور، باید توی فرودگاه امام برید یه دونه سیم کارت آپتل بگیرید. سیم کارت آپتل دقیقاً وصل میشه به حساب بانکی شما داخل ترکیه، یعنی هر زمانی که شما وارد حساب بانکیتون بشید یه دونه اس ام اس میاد، هر پولی که به حسابتون واریز بشه دوباره روی آپتل شما پیامک میاد. پس یه دونه سیم کارت آپتل میگیرید با خودتون توی فرودگاه امام و رومینگش هم فعال میکنید که اونجا آنتن بده. بعد تشریفتون میبرید هماهنگ میکنید با این شرکت، یعنی باهاشون میگید که مثلا من 15 تومن 14 تومن پول دادم بابت حساب بانکی و افتتاح حساب بانکی و کارت ویزا کارت، میخوام برم استانبول، تاریخ پروازم فلان روزه. یادتون باشه به هیچ عنوان روز شنبه و یک شنبه سفر نرید، به خاطر اینکه بانک‌ها تعطیلن و شما باید بین روز دوشنبه تا جمعه این کارو انجام بدید و قبل از ساعت 5 عصر شما باید داخل شعبه باشید که کارتون انجام بشه. اگر ساعت 4 و نیم عصر برسید ممکنه زمان بر باشه و کار شما انجام نشه، پس حتما اینو دقت داشته باشید. پس اگر شما میخواد درآمدهای خودتون رو خودتون نقد بکنید، میخواد کاری فریلنسری انجام بدید، میخواد از محدودیت‌های تحریم‌ها دور بشید و فرار بکنید، میخواد پول یوتیوبتون رو مستقیم دریافت بکنید یا هر کاری میخواید انجام بدید، یقیناً افتتاح حساب بانکی که الان توی ایران پی وجود داره خیلی میتونه به شما کمک بکنه. لینک این صفحه داخل سایت iranpay.info هست، میرید اونجا یا اصلا مستر کارت توی منوی بالاش نگاه کنید، مستر کارت فیزیکی نوشته، اینو حتما حتما از اینجا کلیک بکنید واردش بشید. لینکش هم من انتهای ویدیو قرار دادم تو دیسکریپشن، برید اینجا زنگ بزنید ازشون اطلاعات کامل بپرسید. منتها ویزا کارتتون بدون نام هست، چون شما همون لحظه دارید میگید، اگر با نام بخواد یه مبلغ اضافه میگن ولی کارتون به راحتی راه میفته. من فکر میکنم این راه حل میتونه به کمک خیلی از دوستانی بیاد که به دنبال درآمدهای اینترنتی هستن و میخوان کسب و کار خودشون رو به راحتی خودشون مدیریت بکنن و خودشون انجام بدن. برای اینکه بتونید این مستر کارت رو تهیه بکنید اینجا نوشته شروع کنید، یا عضو میشید توی سایت و میرید داخل بخش داشبورد سمت راستش نوشته مستر کارت، درخواست مستر کارت، واردش میشید، یه شماره کارت نوشته، اون شماره کارت رو میبینید، پولش رو واریز میکنید، اطلاعات شناسه پرداختتون رو داخلش ثبت میکنید و منتظر میمونید که ایران پی با شما تماس بگیره و ازتون بپرسه چه زمانی برای پروازتون رو گرفتید
تا از اون سمت کارهای هماهنگیشو با کارشناسش انجام بده، تا همون روز در همون ساعت و همون زمان شما زمانی که مراجعه میکنید، یعنی صبح میرید استانبول، عصر با پرواز بعد میتونید راحت برگردید، حتی پول هتل هم ندید، یعنی پول یه پرواز رفت و برگشت میدید. در عوض تا 5 سال خیالت راحته که یه کارت بانکی خارجی داری، حساب اینترنت بانک داره، یوزر پس داری، میتونید راحت لاگین بکنید داخلش و همه امکانات داخلش فراهمه و میتونید به صورت یک حساب کاملا واقعی ازش استفاده ببری و سود ببری، بدون اینکه قرار باشه به هر دلالی که از راه میرسه پول خدمات قرار باشه ازت بگیره. به راحتی این کار رو برای خودت انجام میدی. بازم بهتون تکرار میکنم مثلا که اگر یوتیوب کار میکنید و پیج یوتیوب دارید، یا اگر فریلنسر هستید کار فریلنسر سایت های خارجی رو انجام میدید، یا اگر یک فردی هستید که فعالیت های اینترنتی انجام میدید، یقینا داشتن این حساب بانکی با این مشخصات و با این مبلغ بسیار بسیار کمی که اینجا دارید پرداخت میکنید به نفعتون هست و میتونه خیلی براتون کاربردی باشه. امیدوارم از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. لینک این صفحه رو من انتهای ویدیو قرار دادم. ویدیو رو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید، با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوب رو دارم. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.